آیا می‌دانستید که عده قابل توجهی از یهودیان اسرائیل افغان هستند؟ بسیاری از اهالی خود اسرائیل هم نمی‌دانند که در افغانستان یهودی زندگی می‌کرده. اکثر جامعه چند هزار نفری یهودی‌های افغانستان سال‌هاست که به اسرائیل نقل مکان کردند و امروز جمعیت یهودی افغانستان به یک نفر در کابل تغییر یافته. کامبیز فتایی خبرنگار ما در بیت المقدس به سراغ شماری از یهودی‌های افغان در اسرائیل رفته. افغان‌های اسرائیل جامعه‌ای کوچک نه چندان شناخته شده و عمدتاً سنتی دارند. اکثراً یا در اسرائیل به دنیا آمدند یا در کودکی با آن مهاجرت کردند. این یکی از کنیسه‌های آن است در شهر هولون در نزدیکی تل آویو. هر صبح و عصر برای نماز اینجا جمع می‌شوند. اولین افغان‌های یهودی در اوایل قرن بیستم به این سرزمین آمدند. در آن دوران کشوری به نام اسرائیل وجود نداشت. مقصد مهاجران افغان فلسطین بود، فلسطین تحت کنترل بریتانیا. هرات را گذاشتند و به بیت المقدس آمدند به امید زندگی بهتر برای فرزندانشان. روبین کاشانی در هرات به دنیا آمده. 10 ساله بود که زادگاهش را ترک کرد ولی هنوز خاطرات زیادی از آن دارد. بچه بودم، چی میمونید؟ یادمه مکتب، یادمه کنیسا را، یادمه 2-4 فامیلی، یادمه بگم چند حیات های کلون بس اسرائیل بودن. این یهودی ها نداشتن یک محله یهودی، هم یهودی هم پای مسلمی ها یک جا. این حیات مسلمی بود، این حیات یهودی بود. ما رو بیرون نکردن، ما از طرف خودمون خواستیم اومدیم. خیلی آدم ها، پدرم پاسپورت داشت، بیشتری اسرائیلی از افغانستان که اومدن به اسرائیل، اومدن به چی میگن، بی پاسپورت، به دزدی اومدن. چی میگن، همشون بیشترشون قاچاق بودن، اینا رو گرفتن، بنده خونه گذاشتن اینا رو. اکثر افغانهای همسن و سال روبین کاشانی برای اسرائیل جنگیدند. خود او صهیونیست و از شبه نظامیان اتسل بوده. اول با ارتش بریتانیا و بعد با اعراب جنگیده. پس از تأسیس اسرائیل، یهودیان بیشتری در دهه‌های 1950 و 60 میلادی کابل و هرات را به مقصد بیت المقدس ترک کردند. تعداد یهودیایی که از افغانستان به اسرائیل مهاجرت کردند چیزی حدود 6000 نفر برآورد میشه. اکثر اونها در بیت المقدس دکاندار و کاسب بودند. نسل جوانتر آنها اما برای تحصیل و کار به شهرهای دیگه اسرائیل نقل مکان کردند. در بین مهاجران افغان، آهارون بتسلل از معدود جوانانی بود که رشته هنر را در پیش گرفت. این مجسمه ساز معروف اسرائیلی در هرات به دنیا آمده. مجسمه های فلزی و کندکاری های چوبی او در خارج از اسرائیل هم به نمایش گذاشته می شود، از جمله در دانشگاه کلمبیای آمریکا. در سن 85 سالگی میگوید هیچ چیز مثل زبان مادریش نمی شود. همون خاطر من هنوزم تا امروز روز میگم من افغانیم. هرچی که اونجا بود مقبول بود. آرامگاه کوه زیتون در بیت المقدس یکی از قدیمی ترین آرامگاه های یهودیان اسرائیله. در این قسمت آرامگاه چیزی حدود 700 یهودی افغان به خاک سپرده شدند، افرادی از خانواده های گل، گارجی، بتسلل و کوتیل. زیف کوتیل سالی یک بار به قبر بستگانش سر میزند. مانند خیلی از اسرائیلی های دیگر، تاریخچه خانواده اش را ثبت کرده. خودش را بیش از هر چیز دیگر بیت المقدسی یا به قول اسرائیلی ها اورشلیمی میداند. مثل ایران، آدمی از اصفهان نمیگه من ایرانی هستم، چی میگه؟ من اصفهانی هستم، نصف جهان. مثل همین، من از یروشلایم اومد، نه من میگم من اسرائیلی هستم، من میگم یروشلایم. چرا؟ هوا، خوراک، ببینه آدم ها، آدم های دیگه. آقای کوتیل در بخش خصوصی مشاور بازرگانی است. معدودی از همسن سالهای او اما به سمتهای ارشدی در دولت اسرائیل رسیدند. یارم کوهن یکی از آنهاست. رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت که سال گذشته به این سمت منصوب شد. اینها افغانهایی هستند که به طور کامل جذب جامعه اسرائیل شدند. این روند به خصوص در بین نسل جوان رواج دارد. جوانانی که عبری و انگلیسی را به فارسی دری ترجیح می دهند.
دری میفهمند اما خوب آن را صحبت نمی کنند. فارسی کم می دانند. نمی فهمید. باز می پرسم از اردایی می پرسم این چیه اون چیه. باز خودمون گم نزدم. می فهمیدم باز گم نمی دانم. باز کاران شدم. کارم تل اویو بود. خونه my grandparents I came here and they in خودشون عبریت یاد ندارن Hebrew they don't know so امروشون گم میزنن یک چیزی میخوام بگم نمیفهم از تلفن میکنم ننم میگم این چه جوری میگین این چه جوری میگین باز میپرسم باز من کلام میره I'm also Jewish Afghan so اسحاق هفت ماهه بوده که خانواده‌اش هرات را ترک کردند. میگوید قبل از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 بیشتر همسن و سالهای اسرائیلیش نمیدانستند که کشوری به نام افغانستان وجود دارد. میگفتم از ایران هستم برای اینکه راحت تر بتونم توضیح بدم که افغانستان کجای نقشه جهانه. مشکل بود که موقعیت جغرافیایی افغانستان رو توضیح بدم. سوال دوم مردم این بود که شوخی میکنی در افغانستان که یهودی نیست. برای همین میگفتم مثل ایران همونطوری که در ایران و مراکش و عراق یهودی داریم در افغانستان هم یهودی داریم. خانوم و آقای گل حدود 30 سال پیش به اسرائیل آمدند. از جمله آخرین مهاجران یهودی افغان هستند. میگویند اگر ارتش شوروی به افغانستان حمله نمی کرد کشورشان را ترک نمی کردند. اونجا کار بود کاسمی بود همه چی بود فهمیدین اونجا دیگه چی بهتون میگم که همه چیش خوب بود. خانم چی دار؟ خانم ما بعد اسرائیل خیلی راضیم. اسرائیل بهتره یا اسرائیل خوب بهتره یا افغانستان؟ میگم قربون خاکش قربون اسرائیل. افغانستان هم دوست داریم خیلی هم دوست داریم اما اینجا راحت تریم اونجا میترسیم جایی بریم زم دیدیم هم برای تفانه بودیم هم جنگ بود سر لوچ نمیتونستیم را بریم هم برای چادری میپوشیدیم اینجا آمدیم آزادیم. خانواده گل اوضاع افغانستان را از نزدیک دنبال میکنند ولی مانند افغانهای دیگر اسرائیل قصد برگشتن به کابل یا هرات را ندارند. افغانهای اسرائیل گروهی یک دست نیستند. جوانانشان سکولارتر از نسلهای قبل شدند. جامعهشان کوچک است. همه همدیگر را میشناسند. بیشتر به یک خانواده بزرگ شباهت دارند. افغانستان را سالهاست که ترک کردند اما هنوز خاطرات خوشی از آن دارند. کامبیز فتاحی، بی بی سی، بیت المقدس. ممنون از کامبیز فتاحی و ممنون از شما که برنامه دیدید. شب روزتان خوش.